سلام و شبتان بخیر. به بازار امشب از تولو نیوز خوش آمدید. میپردازیم روی موضوعات مهم اقتصادی در آغاز سرخط خبرها. علاقمندی به عنوان به سرمایه گذاری، رشد تشبثات کوچک و میانه در کشور، برگزاری هفتمین نشست ریکا، و فعالیت کارخانه تولید مواد ساختمانی. نرگس موسوی هستم با مشروع خبرها. علاقمندی بانوان به ویژه دوشیزگان به بازرگانی و سرمایه گذاری های کوچک و میانه در کشور رو به افزایش است. مسئولان برنامه استارتاپ ولی که به هدف حمایت از سرمایه گذاری های نوآغاز در کشور به میان آمده است میگویند که در نخستین دور آموزشی این نهاد بیش از 17 دوشیزه توانستند شرکت های کوچک تولیدی را ایجاد کنند. آنان میگویند که این نهاد برای آغاز سرمایه گذاری های کوچک و میانه و سرمایه گذاران تازه کار خدمات فنی بازرگانی را فراهم میسازد. ستارتاپ ولی یکی از نهادهایی است که در کنار مشوره دهی با متشبثان مفکوره های بازرگانی متشبثان تازه کار را تا 18 ماه حمایت های فنی می کند. نبیله دختر خانمی که به گفته خودش به تازگی یک شرکت صنایع دستی ساخته است برای مشوره گیری به این مرکز می آید. وی می گوید که در کنار شیوه های بازاریابی معیاری آموزش های لازم برای سر و سامان دادن کاروبار بازرگانیش را آموخته است. وی میگوید که تلاش دارد با تولید صنایع محلی فرهنگ استفاده از این صنایع را در کشور نیز ترویج کند. ما دانستیم امون نظریه که داریم ما را به بزنس تبدیل کنیم، بریم تحقیق کنیم، بالای از کار کنیم و اینجا بر ما بسیار زیاد کمک کرد که ما امو بزنس خود سرسامان بده. شماره از این متشبثان تازه کار با کاروبار جدید و نوآوری های لازم در بازار کار نیز میاندیشند. ایده های بسیار جدید است. در افغانستان قدر پذیرش نداره. اما من یقین دارم که پذیرش داره. چون اگر ما به آی تی ورکر ضرورت داریم، به پروگرامر ضرورت داریم و ما سیستم های خود سیستم کامپیوتری میسازیم، ما نیاز به کارمندان داریم. ما به اسکیلد پرسن ضرورت داریم. اسکیلد امپلویز باید داشته باشیم. در این مرکز به متشبثان گفته می شود که نخست برای دریافت یک مفکوره تجارتی باید بازار کار را بررسی کنند و پس از بررسی تقاضای مردم و کالاهای مورد نیازشان در یکی از این بخش ها سرمایه گذاری کنند. خوبیش در امی است که ما بسیار وقت روی لکچرها تیر نمی کنیم. ما فقط امو مفاهیم ابتدایی را به متشبثین می رسانیم. باقی متشبثین است که با استفاده از امو مفاهیم میرن و عملی کار خود در بازار پیش می برن. اینمی باعث می شه که اینا متفاوت‌تر بگویم از پانتونا و از درسای جای دیگه است. غیور رهنمای شیوه‌های معیاری بازرگانی در نهاد ستارتاپ ولی است. وای میگوید که برای موفق ساختن یک سرمایه گذاری کوچک نیاز است که نهادهای مشوره دهی بازرگانی فنی در کشور افزایش یابند. استادایی که در اینجا هستن امرایشان در هر حالتی که در جایی که باشن، مثلا اونا ازشان میتونن که رهنمایی بگیرن و امرایشان کار بکنن و بعد از ختم برنامه همچنان تا مدت یک ساله امرایشان کار میکنه استادا و برشان مو نظریاتی که اونا لازم میبینن برشان میتن و تا بالاخره که یک از ایده هایشان یک بزنس واقعا در مارکت جور کرده بتونن. مسئولان مرکز ستارتاپ ولی میگویند که تا کنون با کمک نهاد توسعه جهانی امریکا توانستند زمینه های ایجاد 17 تشبث کوچک را فراهم سازند. آنان میگویند که در این میان بیشترین تشبثات تازه که ایجاد شدند به رهبری دختر خانم ها بودند. با گفته شماره از آگاهان اقتصاد، رشد تشبثات کوچک و میانه یگانه راه حل مشکلات اقتصادی و بیکاری در کشور است. آنان میگویند که برای بهبود وضعیت شرکت های تازه کار تولیدی حکومت باید این شرکت ها را حمایت های لازم کند. برای بحث بیشتر در این مورد محسن ثاقب طراح لباس و مسئول جامعه دیزاین با ما هستن. خانم ثاقب خوش آمدین. بیاین از اینجا شروع کنین که چه انگیزه باعث شد که شما خواستین در این بخش سرمایه گذاری کنین؟
تشکر زنده باشین. یکی خو علاقمندی خودم بود، زیاده ی عرصه من علاقمند بودم و یک اندازه استعداد داشتم و بعدا زیاد فکر کردم که من هم باید یک نقش خود داشته باشم در پیشرفت اقتصاد کشورم. فکر کردم چی بهتر که من امیر برا بندازم و یک بزنس کوچک ما آغاز کنم که هم خودم در او فعالیت داشته باشم و هم بتانم چندین خانم و آقای را شامل بزنس خود بکنم. حالا در این بزنس که شما آغاز کردین چی فعالیت های میکنین؟ کم معلومات بتن در باره سرمایه گذاری کردین، در کدام بخش شما سرمایه گذاری کردین؟ مرکز ما تولید صنایع دستی است و ما لباس های سنتی خود می سازیم. در کل لباس های افغانی را به شکل مدرن می سازیم. از داشته های قدیمی خود یک طرح جدید می سازیم و یعنی یک مکس قدیمی و نو. و این مورد پسند تمام علاقمندان و یا مشتری ما قرار می گیره و امی است که ما می توانیم به خوبی کار خود پیش ببریم با تیم کاری خود. که تیم کاری ما البته گفتم می توانم ما در مدت کمتر از یک سال که کار میکنیم از دو پای ماشین و دو نفر خیاط و شاگرد خیاط شروع کردیم و در این مدت کم دستاورد زیاد داشتیم که اضافه تر از 25 نفر در جامعه دیزاین کار میکنه با ما. از دستاوردهایتان بگوین که مثلا چه دستاوردهای شما داشتین تا حالا؟ اگر بگویم دستاورد ما چی بوده، از یک جای نسبتا کوچک از یک تاکاو شروع به کار کردیم با داشتن دو پای ماشین و داشتن دو خیاط و دستاورد ممی بوده که ما حالا تانستیم چندین پای ماشین داشته باشم انواع و اقسامش که ما میتونیم توسط اون ماشینالات بر علاوه لباس، دستکول، کورهای موبایل و انواع و اقسام دکوریشن منزل تهیه کنیم و با داشتن 20-25 نفر اضافه تر از او همی هم یک دستاورد است که ما یعنی تانستیم که اماتور بزنس خود وسط بتیم از یک تاکاو یک منزل دیگر میانی ما اضافه در ساختیم و با او کار میکنیم. حالا از تولیدات و مسئولاتان گفتین، حالا بر ما بگوین از درآمدهایتان چقدر شما درآمد دارین از این بزنس که آغاز کردیم؟ خب چون ما نوپا هستیم، تازه به کار تجارتی شروع کردیم، ما گفته نمیتونیم که ما چقدر یعنی درآمد کردیم. سرمایه مهمی بوده که ما چیزی را که بدست آوردیم دوباره تانستیم که اما بزنس خود را وسط ببخشیم. چیزی را که بدست میاریم دوباره پس بالای بزنس خود به مصرف میرسانیم. شما گفتین که 25 نفر کارمند دارین. این کارمندان تحت کدام شرایط و چه معیارهای شما میپذیرین استخدام میکنین؟ بله، ما شرایط ما قسم است که اگر اونا ترین شده هم باشن با اونا یک معاش را یا یک امتیاز را قائل میشیم و اگر دختر خانمایی هم که هستن اگر اونا ترین شده نیستن یا چیز ریاد ندارن ما بر از اونا زمینه کار معیا میسازیم. اول اونا را ترین میتیم، میاموزنیم توسط استادان و بعدا شامل کار میسازیم. بازار فروش ای تولیدات که شما دارین در کشور چگونه است؟ نظر به دم ما پیش که من شروع کرده بودم ما زیادتر خوشبین هستم و روز به روز ما میبینم که مردم ما زیاد علاقه مندن به تولیدات وطنی ما علاقه مند میشن و از استفاده میکنن. یعنی خوشبین هستم و ما یک پیشرفت میبینم در میارزم. نهادهای کمک کننده تشبسات در زمینه کدام هایشان همراه شما بیشتر همکاری کرده در این بخش؟ خب گفتم میتونم دفتر یا مسئولین استارتاپ ولی آقای فهیم دیدار اونا با ما همکار بودن در قسمت ساختار سیستم حسابداری ما اونا کمک کردن. چرا هم به همراه شما کمک کردن؟ در کدام بخش ها بیشتر؟ البته هر بزنس نیاز داره به یک سیستم حسابداری شفاف که یعنی در اون قسمت ما را زیاد کمک کردن. مثلا سیستمی که ما میخواستیم بسازیم او برنامه یعنی یک سافتویر کویک بوک بود و ما از اونا کمک خواستم و اونا هم کمک های خود هفتوار یا شاید هم در روز هر در روز بعد اونا بر ما وعده دادن که میاین و این سیستم ما را چک میکنن که ما با کدام سطح ما سیستم حسابداری ما چقدر میتونن یعنی درست همو درآمد خدا یا مصارف خدا چطور ما بتانیم که در تحت یک سیستم پیش ببریم. شرط کمک اونا چگونه بود؟ در بخش حسابداری شما نام گرفتین که برتان کمک کرده و حمایت و کمک اینا چقدر تانسته به خاطر بهبود وضعیت سرمایه گذاری شما تاثیرگذار باشه؟
خب تا هنوز این همکاری از اونا ختم نشده، ولی من امیدوار هستم که در ختم همکاری از اونا بتانیم که یک سیستمی را که برای ما بتانه جوابگو باشه از طریق از اونا از همکاری هایشان یعنی دریافت کنیم. حالا دوباره برمیگردیم به کاروبارتان. برنامه هایتان به خاطر آینده چی هست؟ به خاطر گسترش این سرمایه گذاریتان؟ خب برنامه های ما تا هنوز در قسمت از اینکه ما بتانیم خوبتر یعنی بزنس خود پیشرفت بدیم، زیادتر به یک مارکتینگ قوی نیاز داریم. از طریق پیج فیسبوک ما که داشتیم ما مشتری خاص خود داشتیم و حالا کوشش به این میکنیم که سیستم دیگری یعنی وبسایت خود بسازیم که قریب ساخته میشه و از طریق امی وبسایت خود میتونیم که ما مارکتینگ خوب داشته باشیم و میتونیم که نه تنها در داخل کشور بلکه می داشته های خود و یا تولیدات خود بتونیم در خارج از کشور تبارز بتیم تا باشه که ما با افغانای خود زیادتر میخوایم که با افغانای خود یعنی مکار داشته باشیم، چی در داخل و چی در خارج از کشور یک قرارداد داشته باشم یا یعنی یک روابط تجارتی با اونا داشته باشم. یعنی قرار است که سیستم فروش آنلاین هم شروع کنین شما؟ بله بله. خب شما در وقت کم تونستین که دستاوردهای خوبی داشته باشین و کاربارتان به خوبی پیش ببرین، در این راه چه مشکلات را شما احساس کردین و مشکلات اصلی شما که شما فکر میکنین مانع گسترش کارتان میشه چی هست؟ ما اوقدر بدبین نیستم، ولی با آن هم گفتم میتونم که وضعیت امنیتی برای ما مشکل ساز بوده میتونم، ولی بازم ما مجبور هستیم چون در این کشور هستیم و به خاطر پیشرفت اقتصاد کشور ما مجبور هستیم که یعنی امجا باشیم و هم با مقصد پیش بریم. تشکر از حضورتان. این هم بهای مواد خوراکی در بازارهای پایتخت. 50 کیلوگرم آرد 1250 افغانی، 1 لیتر روغن 75 افغانی، 1 کیلوگرم شکر 40 افغانی، 1 کیلوگرم برنج سیلی اول 85 افغانی و 1 کیلوگرم چای 280 افغانی. تا چند لحظه دیگر. رشد تشبثات کوچک و میانه در کشور، رشد تشبثات کوچک و میانه در کشور زمینه ها را برای بهبود وضعیت اقتصادی خانواده های کم درآمد فراهم می سازد. رشد تشبثات کوچک و میانه در کشور زمینه ها را برای بهبود وضعیت اقتصادی خانواده های کم درآمد فراهم می سازد. شماره از آگاهان بخش سرمایه گذاری های کوچک و میانه در کشور می گویند که حکومت برای حل مشکلات در این بخش باید تلاش کند. آنان می گویند که زمینه ها برای ایجاد کاروبارهای کوچک در کشور بهترتر از هر وقت دیگر مساعد است و باید این فرصت ها به کار گرفته شوند. برای جزئیات بیشتر در این بخش همکارم ذبیح‌الله جهانمل گفتگوی ویژه ای را با یکی از آگاهان بخش تشبثات کوچک و میانه انجام داده است. قسمی که شما می بینین کشورهای همسایه اگر ببینیم هند و پاکستان، اصلا مشارگ اقتصادی از اونا کمپانی های بزرگشان نیست بلکه کمپانی های کوچک و تشبثات کوچکشان است. چون در تشبثات کوچک یک خوبیش چیست که اینا بسیار زیاد پراگنده می باشند. شما ببین اگر یک کمپانی بزرگ مثل کوکاکولا و کمپانی الکوزه اینا سهولت وظیفی دهی مستقیم تقریبا در فابریکای خود از 1200 تا 2000 نفر فراهم کردن، ولی تجمع خاصش در شهر کابل است با وجود از اینکه در ولایت های دیگه هم به اندازه کم اینا کارمندای خود دارن، ولی اما بیشتر نفوس که در اینجا مصرف کار است در کابل مصرف کار است، در حالی که تشبثات کوچک تیت هستند، پراگنده هستند. اینا در هر منطقه که هستند 4-5 نفر گرد خود مصرف وظیفه می سازند. در اینجا شما ببینید یک تعادل اقتصادی بین مناطق جغرافیایی به میان میآید. پس در اینجا گفته میتونیم که اصلا امو جال اقتصادی را
امی تشبسات کوچک در هر نقطه که هستن در اطراف خود و از شبکه سازی بین خود می سازن. برنامه ما قسمی است که یک سایکل 18 ماهه را تایم می کنه تا یکی یک بزنس از مرحله مفکوره به تجارت عملی و پرمفاد تبدیل میشه. برنامه به چند حصه می اجده ما به چند حصه تقسیم میشه. متقاضی ها می آین به ما عریضای خود می تن و ما بعدا وقت مفکوری از اونا را مطالعه می کنیم، تیمشان را مطالعه می کنیم، از جمله متقاضی ها به مو اندازه ضرورت که ما در یک وقت می تانیم در داخلی مرکز خود تا 60 بزنس هم تحت انکشاف داشته باشیم یا زیر انکیوبیشن داشته باشیم. بعد از این که تیما انتخاب شد، اینا میان هفته دو مرتبه به مرکز میان و امو مسائل لازمه که هست با اونا کار میشه. باقی وقت اینا در بیرو در بازار همراه با مشتری خود، همراه با شرکایی که میتونه در بزنس باشن سهیم و همکار باشه با اونا میگذرانن و بعدن یافته های خود میارن و با استادایی که ما در این مرکز داریم که اونا خودشان تجارپیشه ها یا کسایی هستند که از این مراحل گذشتن و میتونن خوب مشوره بتن، اونا باشان صحبت میکنه، از یافته هایشان میبینه که چی است و چطور میتونن کار خود اینا بهتر بسازن. بعدا وقتی این مرحله تا یک اندازه میرسه، امی متشبسین تازه یک بزنس مدل پیدا میکنن، یعنی میفهمن که می محصول که دارن چگونه ایره به مارکت ارائه کرده میتونن و در مقابلش یک ارزش خودشان گرفته میتونن. بعدا وقتی این مرحله ختم میشه، مرحله عمل میایه که اینا باید دیگه عملا برن شرکت خود را رجستر کنن، امو چیزایی را که در دوره اول آموختن، پلان هایی که ترتیب کردن او را به مرحله عمل ببرن. بعد از این که به مرحله عمل از شرکت تا به شرکت فرق میکنه. بعض شرکت ها کارشان ساده است، این مرحله عمل میتونه در دو ماه سه ماه تطبیق شوه، ولی بعض شرکت ها مثل شرکت های تولیدی، مثل شرکت های زراعتی، مثلا گرین هاوزا، اینا زیاد وقت میگیرن. خب به هر حال بین یک ماه تا شش ماه اینا این مرحله را میگذرانن و باز بعد از این ما شش ماه دیگه اینا را خدمات میتیم که یعنی در جریان کار هم اگر اینا به یک مشکل مواجه میباشن، به مشوره ها ضرورت داشته میباشن، نیاز به این میباشه که به بعض شبکه ها ارتباط بگیرن، ما اونا را همکاری میکنیم. تمامی پروسه تقریبا 18 ما را در بر میگیره. بعض کسا میتونن از اون پروسه اولش به بعد با ما قطع رابطه کنه، بعض کسا میتونن مستقیم به پروسه دوم بیایه چون اونا قبلا بزنس مدل خود اگر خودشان جور کرده باشن و مشتری داشته باشن میتونن مستقیم به مرحله دوم بیان. ولی در کل این برنامه قسمی است که میتونه امو موارد که یک تجارت به ناکامی مواجه کنه او را خیلی پایان بیاره، ریسکش خیلی پایان بیاره و در مدت کوتاه بتانن که بزنس خود به طرف مفاد ببرن. مجلس نمایندگان در ماه دهم سال روان مالی بودجه میانه سال را تصویب کرد. شماره از اعضای مجلس نمایندگان تأخیر در فرستادن بودجه میانه سال را از سوی حکومت انتقاد می کنند و می گوید که در برخی از موارد آوردن تعدیلات در بودجه ملی امسال خلاف قانون است. آنان می گویند که در بودجه میانه سال به چند نهادی که به تازگی ایجاد شدند بودجه تخصیص یافته است. تصویب بودجه میانه سال سر و صداهای را در مجلس به میان آورده است. شماره از اعضای مجلس نمایندگان میگویند که آوردن تعدیلات در بودجه عادی و توسعه‌ای که در میانه سال پیشنهاد شده است شفاف نیست و در برخی از موارد تخصیص‌ها در این بودجه خلاف قانون است. با میلیون‌ها دلار برای چی خواسته؟ صفحه 7 و 8 که شما بروین ببینین، اینها برای ماش خواستن، ماشی که شما هر روز انتقاد میکنین، برای سفر خواستن که در خارج باید بروند، برای موتر خواستن که هر روز شما انتقاد میکنید. شفافیت نیست جناب آقای رئیس و راه را برای سوء استفاده باز خواهد کرد و دست پارلمان را برای حسابرسی و برای اعمال فشار بر دستگاه های اجرایی برای تطبیق پروژه های انکشافی خواهد بست. کمی پروژه چه تعدیل شویدی او یا کمی پروژه چه اگه تا پیسې اضافه شوې دي یا کمی شوې دي
اگر ټول د بررسی سند د پاره وزارت مالیه کې منتظر دي پام دې خاطر باندې چې ترڅو د بررسی تصویب د ولسی جرګې نه ونشي تر هغه پورې د ور باندې اجرات نشي کولای هر نو تغییر و تعدیل کې صورت میگیره زمان قید نیست و صلاحیت تجدید نظر از زیر داده قانون به ولسی جرګه موافق کارت سبز مخالف کارت سرخ سرانجام بودجه میانه سال با اکثریت آرا تصویب می شود بودجه به 34 کارت سرخ 84 کارت سبز تایید شد مسئولان کمیسیون مالی و بودجه میگن که با تصویب بودجه اضافی میانه سال مجموع بودجه سال مالی 1396 هجری خورشیدی به 417 میلیارد و 180 میلیون افغانی رسیده است شرکت برشنا میگوید که با کشیده شدن یک لاین جدید برق از سبستیشن بودخاک به بخش های از پایتخت پارچاوی های دوامدار برق در این بخش جلوگیری خواهند کرد. بر بنیاد اطلاعات این شرکت با بهره برداری از این لاین برق پارچاوی های برق در بخش های از رحمان مینا، کارت نو، شاه شهید و شهرک طلایی تا 50% کاهش خواهند یافت. رئیس شرکت برشنا میگوید که این شرکت در کنار افزایش منابع تولید برق تلاش دارد با مدیریت بهتر خدمات برق رسانی را در کشور بهبود بخشد. آغاز بهره برداری از نهمین لاین برق سب استیشن بودخاک رئیس شرکت برشنا میگوید که به زودی با توسعه هرچه بیشتر این سب استیشن برق و بهره برداری از 3 فیدر یا لاین برق دیگر آن توزیع برق در شمار از بخش های دیگر پایتخت نیز بهبود خواهد یافت وی می افزاید که با تمدید لاین برق از اینجا به شرق کابل بخش از مشکل کمبود برق در پارک های صنعتی پل چرخی نیز حل خواهد شد دو مشکل عمده ما در افغانستان در شهر کابل داریم که یکی است که تولید خود منابع تولیدی کم داریم دو منابع تولیدی چیزی است امور صبت منظمتر و بسیار به وضع احسنش یا بهتر مدیریت کرده بتانیم از او خاطر ما کوشش ما این بود که چطور زایات برق کم کنیم در خود کابل در همین حال رئیس برق کابل میپذیرد که پیش از این توزیع برق در ناحیه 12 هم عادلانه نبوده است و پرچاوی ها در این بخش بیشتر بودند در دیگه جای اگر در کابل پرچاوی 400 می بود در این منطقه در بالای این مردم به 800 تطبیق می شد او دلیل از این بود که یک دفعه 400 نوبتی پرچاو می شد بعد از باز که نوبتش چالانیش می آمد که چالان می شد باز لاین اضافه بار بود از خاطر اضافه باری لاین پرچاو می شد از سوی هم شمار از باشندگان بودخاک می گویند که از یک سو با پرچاوی های برق روبرو بودند و از سوی دیگر کیفیت برق در این منطقه بسیار ضعیف است ولتاژ بسیار پایین بر ما میرسه که بعضی وقت کار نمیته بعضی تجهیزات و خصوصا بعضی چیزایی که حتی سیفاز باشه کار نمیته یکی خود لاین اضافه بار بشد پرچوی میداده ما به حساب نوبتی یکی هم لاین اضافه بار میشد بعد از حساب برجا از شبکه پرچوی میداده ما اصلا 400 پرچوی می بود یا 800 پرچوی میشد بر بنیاد اطلاعات شرکت برشنا ظرفیت سبستیشن بودخاک 80 مگاوات است که در حال حاضر به علت نبود امکانات کافی تنها از 40 مگاوات آن استفاده می شود. وزارت شهرسازی و مسکن می گوید که تمام کارهای پروژه شهرک مشهور به شهرک امارات یا عربها است انجام شده است و مشکلات زیربنایی که در این شهرک موجود بود حل شدند. وزیر شهرسازی و مسکن می گوید که به زودی با آمدن مقامهای از امارات این شهرک گشایش خواهد یافت. وزیر شهرسازی و مسکن اینجا در هنگام بازدید از پروژه خانه‌سازی که با همکاری امارات عملی شده است میگوید که افزون بر حل مشکلات حقوقی که در این پروژه به میان آمده بودند مشکلات زیربنای این پروژه نیز حل شدند و به زودی در محفل گشایش رسمی این شهرک که تاکنون به نام شهرک امارات یاد شده است نام رسمی آن اعلان خواهد شد و روند توزیع خانه های این شهرک نیز آغاز خواهد شد این اولین پروژه معیاری است که تمام ابعاد از ما آمده نظر گرفتیم حتی نصب میترهای آب میترهای برق در تمام آپارتمان ها صورت گرفته توزیع کتابچه های بخش صفایی هم حتی ایر ما به مشتری های محترم توزیع کردیم اصلا هیچ دمکتان کاری نمانده به غیر از اینکه ما کلید برشان بتیم از سوی هم قرار است به آغاز سال مالی جدید پروژه های ساختمانی دولت به وزارت شهرسازی و مسکن انتقال کنند. وزیر شهرسازی و مسکن میگوید که تا 6 ماه دیگر روند تولید قطعات پیش ساخت اینجا در کارخانه های تصدی خانه سازی آغاز خواهند شد و در گام نخست توجه بیشتر این وزارت در ساخت مکتب ها و مراکز بهداشتی خواهد بود. توسط این فابریکی که امروز در تصدی خانه سازی آورده میشه سرعت تولید از شروع
تولیدی که در داخل فابریکه میشه تا کیر ما در ساحه میبریم نصب میکنیم. انشالله در ظرف 6 هفته ما میتونیم که یک مکتب از آغاز تولید تا نصب شدن و منتاج ازی در ساحه 6 هفته را در بر بگیره. وزیر شهرسازی و مسکن میگوید که برای توسعه صنایع کشور در تولید قطعات پیش ساخت این وزارت از تولیدات کارخانه های داخلی استفاده خواهد کرد و از صاحبان صنایع خواسته است تا سرمایه‌گذاری هایشان را توسعه بدهند و زمینه را برای تولید تمامی گونه های مواد ساختمانی در کشور فراهم سازند. این هم بهای نفت و گاز مایع در بازارهای پایتخت. 1 کیلوگرم گاز مایع 58 افغانی، 1 لیتر پترول 46 افغانی و 1 لیتر دیزل 46 افغانی. تا لحظات دیگر. برگزاری هفتمین نشست ریکا. حکومت افغانستان 18 پروژه را در هفتمین نشست همکاری های اقتصادی منطقه‌ای فهرست بندی کرده است. ادامه بازار دوباره خوش آمدید. سرخط خبرها یک بار دیگر. علاقمندی بانوان به سرمایه گذاری. رشد تشبثات کوچک و میانه در کشور. برگزاری هفتمین نشست ریکا. و فعالیت کارخانه تولید مواد ساختمانی. حکومت افغانستان 18 پروژه را در هفتمین نشست همکاری های اقتصادی منطقه‌ای فهرست بندی کرده است. وزارت امور خارجه میگوید که آمادگی های لازم برای برگزاری هفتمین نشست ریکا گرفته شدند و قرار است در حاشیه این نشست برای نخستین بار نشست زنان بازرگانان و نمایشگاه تولیدات داخلی و منطقه‌ای نیز برگزار شود. وزارت امور خارجه میگوید که تاکنون برای برگزاری هفتمین نشست همکاری های اقتصادی منطقه‌ای آمادگی های لازم گرفته شده است و چندین نشست مقدماتی برای برگزاری نشست و اولویت بندی پروژه های مهم منطقه‌ای برگزار شده است. مثلا این وزارت میگوید که افغانستان 18 پروژه توسعه‌ای را اولویت بندی کرده است که روی این پروژه ها بحث خواهند شد. ما فعلا در حدود 18 پروژه اولویت دار در چارچوب 5 حلقه کاری ریکا داریم که شامل عرصه‌های انرژی، شبکه‌های ترانسپورتی، تسهیل تجارت ترانزیت، مخابرات ارتباطات و همچنین بحث تقویت روابط بین تاجران و سرمایه‌گذاران در سطح منطقه میشه. در این حال شماره از اعضای مجلس نمایندگان برگزاری هفتمین نشست همکاری های اقتصادی منطقه‌ای را برای عملی ساختن پروژه های بزرگ در کشور با اهمیت می‌دانند و بر مدیریت درست این پروژه ها تاکید دارند. ما نیاز به کمک‌های جهان داریم و این کمک‌ها در طول 13 سال 14 سال دوام داره و یگانه راه تمویلش همین نشست‌هایی است که صورت می‌گیره. نشست همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای فرصت مناسب برای عملی ساختن پروژه‌های بزرگ منطقه‌ای گفته می‌شود و به گفته وزارت امور خارجه قرار است تا کمتر از یک ماه دیگر هفتمین نشست ریکا با اشتراک نمایندگان بیش از 70 کشور و سازمان‌های منطقه‌ای در اشقابات ترکمنستان برگزار شود. سهراب بهمن سخنگوی وزارت اقتصاد برای بحث بیشتر با ما هستند. آقای بهمن خوش آمدید. قرار است که هفتمین نشست ریکا برگزار شود و حکومت افغانستان 18 پروژه را فهرست بندی کرده. این 18 پروژه در کدام بخش هستند و در کدام بخش عملی خواهند شد؟ سلام خدمت شما، همکارای شما و همچنان بیننده عزیز شما. اساسا این هفتمین جلسه ریکا هست که آغازینش در سال 2005 بود در کابل و قبل از او هم جلسه ششم هم در افغانستان بود و این هفتمین جلسه ایش است که در اشقابات در ترکمنستان برگزار میشه و به تاریخ 14 و 15 ماه نوامبر یعنی ماه پیش روی ایسوی که میایه قرار هست که در شهر اشقابات این کنفرانس که مشخصا در مورد همکاری های اقتصادی با محوریت افغانستان هست دایر شود.
و در اینجا 18 پروژه کلان منطقوی و هم ملی به بحث گذاشته میشه و تلاش صورت میگیره که زمینه های تمویلش و مشکلات که فرارای زی هست به بحث گرفته شود تا اینکه بتوانند اینها به کارهایش که قسمتش اگر تکمیل شده یا قسمت دیگهش باقی ماندن پیش برون و اینها در 5 بخش مشخص میباشد. بخش انرژی و منابع هستن و بخش ترانسپورت و زیرساخت های ترانسپورتی هستن و بخش تجارت و تسهیلات ترانزیتی هست و همچنان تلکمیونیکیشن یا مواصلات و مخابرات هستند و در کنارش هم همکاری یا پارتنرشپ میان بزنس تو بزنس بین کشورهای منطقه هست که تجار و سرمایه گذار منطقه را بتوانند که با هم نزدیک بسازند و کارهای مشترک را که مثل که دولت ها میان هم انجام میتن تجار و سرمایه گذار هم بتوانند که به شکل مشترک کارهایی را در پروژه های مختلف انجام بده. حالا دولت افغانستان چه آمادگی های لازم را به خاطر این نشست داره؟ خوشبختانه آمادگی ها تقریبا نهایی شده و قسمی را هم که شما بیشتر گزارش داشتین و او قرار هست که در کمتر از یک ماه دیگه کنفرانس در شهر اشقابات برگزار شود. رؤسای جمهوری دو کشور جلاد ماب رئیس جمهوری افغانستان و جلاد ماب رئیس جمهوری ترکمنستان برنامه را افتتاح خواهد کردند و وزرا و نمایندگان دولت های بیش از 30 کشور و بیش از 40 سازمان هم نماینده هایش در اونجا هم سازمان های منطقوی هست و هم سازمان های بین المللی که در کنار از او مثلا به طور مثال میتونم بگم که مثلا از ایکو هست، از سارک هست، همچنان از نماینده ها یا تمویل کننده های جهانی هستند مثل ورلد بانک، مثل ای دی بی، مثل یو اس اید و کشورهای و سازمان های دیگری که علاقمند هستند در فعالیت های مشخص اقتصادی و مشخصا هم در این بحثی که هست همین است که ما چگونه بتوانیم که از طریق پروژه های منطقوی بتوانیم که هم صلح و ثبات در منطقه تامین بکنیم و هم زمینه کسب و کار ایجاد بکنیم، هم زمینه اشتغال جای کار یا اشتغال زایی را و در پهلویش هم برای کاهش فقر در منطقه نقش بازی بکنن، چون شما میدانید که افغانستان به عنوان یک پل ارتباطی بسیار مهمی میان آسیای میانه و جنوبی آسیا هست و تمامی پروژه ها هم در اینمی محوریت میچرخه در اینمی 5 بخش تا اینکه بتوانن همه کشورها مزایای مشخص خود داشته باشن و افغانستان در محوریتی از قرار داره، چون امریکا کنفرانسی مشخصی همکاری های منطقوی برای افغانستان هست. حالا از نشست ششم که چندی قبل برگزار شد در کابل بگوین که افغانستان چه دستاوردهایی را داشت و چقدر توانست که از این فرصت به خوبی استفاده کنه؟ خوشبختانه شما امروز شاهدش هستین که بزرگترین دستاوردهایی را که مخصوصا در همکاری های منطقوی داریم از دو لینمی کنفرانس ها برآمده. به طور مثال شما پروژه تاپی را میبینین، کاسا 1000 را میبینین، امو خطیره لینه که به افغانستان علی با سه کشور وصل شده، همچنان بندر چابهار را میبینین و پروژه های دیگری را که هست. به طور مثال امیالی که سر کار هست، 5 نیشن ریلویز هست، یعنی 5 کشور خط ریلش هست که ایران، افغانستان، تاجیکستان، قرغیزستان و چین، اینها همگیش از دل انمی کنفرانس ها برآمده و امروز افغانستان امو نقطه‌ای که قبلا در تاریخ به عنوان نقطه منازع یا تنازع میگفتن او امروز تغییر خورده به نقطه فرصت ها که نمو جغرافیای افغانستان یا موقعیت جغرافیایی افغانستان خوشبختانه دیدگاه را داده و همین نتیجه اش است که چندین پروژه های کلان منطقوی از روی تنها صحبت عالی آماده به مرحله تطبیقش. حالا پروژه ها و برنامه های هم اجرا شده و امیدواری های هم وجود داره. شما در این بخش چه مشکلات را تا حال شناسایی کردیم؟ خب یک قسمتی که میخوایم در این کنفرانس بگم یک در پهلوی ازی که بحث پروژه ها هست، بحث بزنس تو بزنس مچ میکینگ کنفرانس هم هستند که تجار افغان با تجار کشورهای مختلف در اونجا نشست می داشته باشند و در پهلویش هم صنایع دستی افغانستان و در بخش های مختلف هم محصولاتش به نمایش گذاشته میشه و یک در کنار یزی یا در حاشیه یزی کنفرانس هم یک نشست مخصوص برای خانمان متشبث یا تجارت پیشه است که گزارش بیشتر شما نشان داد که سرمایه گذاری ها چون این کارهای صورت گرفته و تلاش صورت میگیره که علاقمندی هم بیشتر شود و در پهلوی ازی واضحن که ما قبلا خدمتتون عرض کردم که یکی از اهداف پروژه های کلان منطقوی همی است که ما چگونه بتونیم ثبات بیاریم. خوشبختانه این منطقه ظرفیت های بسیار بالفعل و بالقوه برای تغییر وضعیت در کل دارند، هم برای کشورهایی که در پیرامونی افغانستان هست و خود افغانستان و حتی فراتر از افغانستان این توانایی ها و ظرفیت ها هست، اما موانعی که بزرگترین موانعی هست موضوع ثبات هست در منطقه که چون شما میدونید که یکی از متشنج ترین مناطق هم همین منطقه ای هست که ما هستیم تا خاورمیانه و اینها بنان ما دنبال همی هستیم که چگونه بتونیم از طریق
یکی نمی پروژه ها این تنش ها را کاهش بدیم و کشورهایی که تلاش میکنن فرارای این پروژه ها که منفعت عامه هست مشکلاتی را به اصطلاح به وجود میارن تلاش صورت بگیره که از طریق گفتمان ها و از طریق فشارهای لازمی که هست بالایشان وارد شود تا اینا هم در حقیقت دنبال ای باشن که منافع اقتصادی تعریف شده در یک بازی برد برد هست نه در بازی از ای که ما همیش امو فرصت های اقتصادی را به چالش بکشیم و در اونجا متوجه نخواد بودن که آسیبشان به خودشان بیشتر. آقای بهمن شما از نشست زنان یاد کردین که برای نخستین بار در اینجا بازرگانان زن نشستی خواهند داشت. یکم معلومات بدین در این باره که کیها اشتراک خواهند کرد در این. خب اکثرا در اینجا در پهلوی ازو که من خدمتتون عرض کردم که یک نمایشگاه هم میباشه که در اوش واضحن که قسمتی از محصولات خانم ها هم به نمایش گذاشته میشن، محصولات تولیدی را که خانم ها در افغانستان مخصوصا صنایع دستی و موارد دیگری را که تولید میکنن در اونجا به نمایش گذاشته خواهد شد. در کنار از اون نشست خواهد شد که چگونه بتونن که اینها از تجارب دیگه کشورها بیاموزن، چگونه بتونن که برنامه های از اینا تقویت شوه و بعضی کشورهای هم هستن که علاقمند سرمایه گذاری های مشترک هستن، یعنی علاقمند هستن در بعضی قسمت ها محصولات از اینا رو خریداری میکنن تا اینکه یک زمینه مارکتینگ برای محصولات اینها هم به وجود بیاد و تقویت شوه می قشری که نو تازه داخل مارکت شدن و خوشبختانه هم بسیار با قوت و با ظرفیت خاص هم هستند و این میتونه که در آینده ای افغانستان یک نقش خوبی داشته باشه، چون در حدود 49% یا کم و بیشتر از نفوس افغانستان خانم ها تشکیل میده و این نقش بسیار موثری میتونه در تغییر زندگی خانواده ها حتی در تغییر زندگی اجتماع در کل داشته. حالا زنانی که در این نشست قرار است که اشتراک کنن اینا شناسایی شدن، گرچه که وقت هنوز داریم به خاطر شناسایی دقیقاً وقت هست و کار بالاش جریان داره و او هم همگیش تلاش صورت میگیره کسانی باشند که نمایندگی درست کرده بتونن و بتونن فرصت های خوبی را در اونجا پیشکش بکنن و هم بتونن از فرصت هایی که در اونجا به وجود میه استفاده از زمین بکنن، هم به نفع تجارتشان و در کل به نفع اقتصاد افغانستان. بیشتر در این بخش وزارت تجارت دخیل خواهد بود یا وزارت زنان و نهادهای مربوطه که بر زنان کار میکنه؟ و شما میدونین که ریکا یک برنامه کلانی هست و همه وزارتخانه ها در او کار میکنن و وزارت خارجه ما در رهبری از این قرار داره. در بخش زنان همه بخش ها وجود داره، وزارت محترم امور زنان وجود داره، وزارت تجارت ما وجود داره و اتاق تجارت خانم ها که ایجاد شده اونا دخیل هستن و انجمن های مختلف تجارتی یعنی جدا از نهادهای دولتی هم در این دخیل هستن و اینها مشخصا کار مشترک هست، ایجگاه به دست یک نهاد مشخص نیست که بگیم که خدای ناکرده به نحو سلیقه‌ای برگزیده میشن، نه بلکه برای یک همه نهادها در اونجا نقش دارن، تا اتاق تجارت صنایع افغانستان هست، اتاق زنان هست، اتاق تجارت زنان هست، اینا همگیش مشترکاً بحث خواهد کردن. خب حالا ریکا از افغانستان چه توقعی داره؟ خب در این کنفرانس افغانستان توقعیش هست که در این 18 پروژه‌ای که هست فرصت‌های رو پیدا بکنیم که چالش‌ها پیرامون از این حل شود، هم چالش‌هایی که فرارای تطبیقش هستم و بعضی از پروژه‌هایی هست که منابع مالی نیاز داره که بعضی کشورها آماده شوند، حتی سکتور خصوصی ما آماده شود و در بعضی قسمت‌ها هم پی 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 یا پابلیک پرایوت پارتنرشپ بتونن که یک قسمت سکتور خصوصی تمویل بکن و یک قسمت هم دولت علاقمند شوند که مشترکاً سرمایه‌گذاری بکنن تا این پروژه‌ها بعضی‌هایش که اگر تکمیل شده یا در مرحله تکمیل هست اگر موانع ایجاد شده موانع سیاسی یا تکنیکی حل شود و در پالش بعضی پروژه جدید است منابع مالیش برش تمویل شود. تشکر از حضورتان آقای بهمن. و این هم نرخ شمار از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 20 پول، یک یورو 80 افغانی و 30 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه هندی 1050 افغانی، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 637 افغانی. تا چند لحظه دیگر. فعالیت کارخانه تولید مواد ساختمانی. یک سرمایه گذار با سرمایه گذاری در حدود $1,000,000 در یک کارخانه تولید مواد ساختمانی زمینه‌های کار را برای بیش از 50 کارگر فراهم ساخته است.
یک سرمایه گذار با سرمایه گذاری در حدود $1,000,000 در کارخانه تولید مواد ساختمانی زمینه‌های کار را برای بیش از 50 کارگر فراهم ساخته است. مسئولان این کارخانه میگویند که اگر به فراورده هایشان بازاریابی شود می توانند که برای ده‌ها کارگر دیگر نیز زمینه‌های کار را فراهم سازند. عارف موسوی از بلخ گزارش می دهد. این یکی از کارخانه های تولید کاک و شمار از مواد ساختمانی دیگر در مزار شریف است. مسئولان این کارخانه می گویند که با وجود نبود بازار مناسب برای فراورده هایشان تلاش دارند با نوآوری های لازم در تولیداتشان مشتریان بیشتر را جذب کنند. دو نوع مسئول عمده ما داریم. یکیش فوم عادی هست با دیزاین های مختلف نظر به فرمایش. مسئول دیگه که ما عرضه می کنیم فعلا به نام ساندویچ است که دو لبا این چادر داره، وسطش کاک است برای انگرها، شفاخانه های صحرایی، بارک های نظامی به کار میره، سردخانه ها برای میوه‌جات. در این کارخانه 50 نفر مصروف کار هستند. کارگران از این که برایشان زمینه های کار فراهم شده است بسیار خرسندند. محمد ناصر کارگر این کارخانه میگوید که 15 سال در بیرون از کشور کار کرده است، اما اکنون خرسند است که در داخل کشور در این کارخانه برایش زمینه کار فراهم شده است. ما از اینکه خوشحال هستیم که همچه فابریکه کار میکنیم، به مدت 5 سال است ما اینجا کار میکنیم، راضی هستیم از کار ما. دیگه تاجرا و همین قسم سرمایه‌گذاری کنه، فابریکه ایجاد کنه، ایمار کنه و با قسم خودم به چندین تن از جوانان دیگه سر و کار شوه و وظیفه پیدا کنه. آنان از سایر سرمایه گذاران نیز میخواهند که برای ایجاد کارخانه های تولیدی در کشور بکشند. ما از این فابریکه کار میکنیم، خوش هستیم، از این فابریکه روزی حلال به دست میاریم. موږ ته معاش راکوي، دغه معاش په واسطه د موږ خپله د کور روزګار مختزي او خوشحاله یو دغه شرکت په افغانستان کې د خلکو مشکلات هم ورحلوي. این کارخانه ظرفیت تولید بیش از 500 متر مکعب کاک را در روز دارد، اما اکنون تولید این کارخانه حدود 10 متر مکعب کاک است، زیرا بازار برای فروش فراورده های آن وجود ندارد. از نظر نیروی تولید مشکل نداریم، عمده ترین مشکل ما داریم مشکل مارکت است، بازار است، حمایه دولت است. دولت حمایه نمی کنه ما را. اگر دولت در یک سال کاری خود برای ساختمانایی که برای مؤسسات خود می سازه، برای وزارتخانه می سازه، برای شفاخانه می سازه، برای مکاتب می سازه، از این فوم ما استفاده کنه، حداقل 30% فوم استفاده کنه، ما هیچ ورشکست نمیشیم. هرچند در حال حاضر مشکلات فراراه کاروبار در کشور بسیار زیاد است، اما مسئول کارخانه تولید مواد ساختمانی افغان فردا میگوید که تلاش دارد کاروبارش را توسعه دهد. برای بحث بیشتر کریم عارفی، معاون اول شورای عالی سرمایه گذاران افغانستان با ما هستند. آقای عارفی خوش آمدین. سرمایه گذاری بر کارخانه ها در داخل کشور چقدر میتونه برای خودبسندگی افغانستان کمک کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما بینندگان تلویزیون. بدون شک تمام کشورهایی که امروز در جایگاه اول حرف اول میزنن، اونا از تولیدات داخلی و از سرمایه گذارهای داخلی، از کارهای زیربنایی پیشرفت کردن، که متاسفانه که در افغانستان دهی در طول همین 14-15 سالی که پولای بیشماری آمد توجه نشد، اما در یکی دو سال اخیر بدون شک در موارد توجه صورت گرفت، اما قابل ملاحظه نیست. بازم ما تقدیر میکنیم. میایم در رابطه با سوال شما که زمانی که کار ایجاد میشه، زمانی که تولیدات داخلی حمایت میشه، ایره شما بپذیرین که اسعار بیرون نمیره، اشتغال زایی افزوده میشه، زیاد میشه، مردم به رفاه و به آسایش دست پیدا میکنه، خود به خود برای امنیت، برای سطح زندگی مردم یک تغییر می آید. دیگه اگر وقتی که ما در برنامه های دولت که اگر ما توجه کنیم اون طور یک چیزی را 100% ما نمی بینیم. مثل که پیشتر دوست ما آقای بهمن گفتن، بله بدون شک چندین جلسات ریکا که دایر شد، ریکای ششم آخرش که در افغانستان بود و ریکای هفتم در چند روزی نزدیک در ترکمنستان در اشخابات دایر میشه، اگر ما همه قراردادهای بزرگ منطقوی را که فکر میکنیم که یعنی یک دستاورد بزرگ بر حکومت وحدت ملی بود، اگر این را متوجه کنیم صرف در حد یک قرارداد باقی مانده و مرحله اجرا چیزی نرسیده، اگر تاپیز توتاب است کاسه گازار، حتی ما در شرایطی
جریمه برابر شدیم. اونجا ما گفتیم که مثلا تاپیر ما تا سال 2018 از مسیر خود میگذرانیم. وقتی که او تکمیل شد و میاد طبعا کشورهایی که داری زیدخل هستن، شرکایی از قراردات بزرگ هستن، از این پروژه بزرگ هستن، اونا از ما خوب امیر میطلبن که خوش ما مطابق تعهدات نفع نکردین. ولی از ما از دولت میخواییم که توجه جدی داشته باشن برای تامین امنیت. و ما به نظر ما سرمایه گذاریات، تولیدات و از کارهای زیرپینایی از مراکز شهرها بره به اطراف و قرا و قصبات. در جایی که ما یک کشور زراعتی هستیم، در هر جایی که همتی زراعتی تولید میشه، در همون جای بجای پروسس، پکینگ، بسته‌بندی و اگر از او چیز دیگه تولید میشه، مثل که معادن است در خود سری معادن. اما این زمانی صورت میگیره که ما بتونیم امنیت تامین کنیم. حالی فعلا در مراکز دزونای امنیت نیست. حالی فعلا در شهرهای بزرگ امنیت نیست. وقتی که ما کاسه گازار میگیم، مسیر شهرهای کابل قندوز چقدر ناامن است؟ ما چی میدونیم که کاسه گازار از این مسیر آیا پروژه تکمیل میشه یا نمیشه؟ ولی آزا اگر ما توجه دولت در این قسمت به می شکل باشه، براتون میگم که ما به هیچ جایی نمیرسیم. ما پیشتر دیدیم و برادر ما که سرمایه گذاری کرده بودن، بدون شک ما برشان تقدیر میکنیم و میان دوستای با ما مراجعه میکنن که ما هر روزه با اونا گفتگوشنیدهایی داریم و بسیار دوستا رو ما تشویق کردیم، اما با مدت کمی فابریکات پس دروازه‌اش بسته میشه. آقای عرفی، با توجه به اینکه افغانستان اکنون 1.9 میلیون بیکار داره و همه ساله 400 هزار نفر به جمع کسایی که باید کار پیدا کنن و زمینه شغلی بشن اینجا شوه افزود میشه، حالا سرمایه گذاری بالای کارخانه ها در داخل کشور چقدر میتونه زمینه شغلی را برای اینا فراهم بسازه و آمار بیکاری را کاهش بده؟ ما در رابطه با می وضع زندگی مردم یک بسیار خلاص یک موضوع رو میگم. هر انفجار انتحاری که میشه در همین کشور هر روز ما و شما ببینیم، بعدها هموطنی ما جام شهادت میشن مینوشن. یک نفر یک از یک فامیل در ایج تلف میشه، شهید میشه، اما فامیل تمام شیرازی زندگیشان، فامیلیشان از هم میپاشه و اقتصادش هم به زمین میخوره. او کسی که امروز میره در صفوف قوی مساله نهایتا اونم $300 ماشی که او میگیره، یک فامیل نهایتا او اگر بتونه که به بسیار و بسیار به حالتی نرمالش اگر پایین تر از چیز از حالتی نرمال اگر او را چیز کنه. اما وقتی که هر روز انتحار است، ما چقدر به فقر نزدیک میشیم، ما چقدر به بیکاری، ما چقدر به مصیبت های زندگی روزگار مواجه میشیم. اگر دولت، اگر ما مردم بشینیم، بشینه با ما، با سکتور خصوصی اما هنگ شوه، گپای ما را بپذیره، ما به خود نمیخواییم. ما برای ملت یک فابریکی که شما میگین که چی تاثیر میده، یک فابریکی که 100 نفر دو کار میکنه، ضرب ده اعضای فامیلش بکنین 1000 نفر یک فامیل کفالت فامیلش میکنه. اگر ما در روزی دو فابریکه اگر احیا کنیم، دو فابریکه رو افتتاح کنیم، دو فابریکه رو حمایت بکنیم، روزی فکر کنید شما 2000 فامیل، 2000 فرد از کشور ما شما از فقر و مصیبت زندگی مورد نجات دادیم. ولی از بسیاری مردمی تو فکر میکنه، بسیاری دولت مردم تو فکر میکنه که البته اینا که من به خود میگن، نه، هر کسی که سرمایه گذاری میکنه و سرمایه ملی است، از او تمام داد باید کشور بیشترین قش پایین از کشور که امروز دولت توانمندی جذب زور نداره، ما رو میتونیم که در روز استخدام کنیم و او یک برش کار پیدا شوه و او بار دوش شانای دولت است. و اگر از اون مهمترش وقتی که کار پیدا نشه، ناگزیر است میرن به صف مخالفین سلام میبردارن تا یک مشت پولی رو به فامیل خود روان کنن. ما کسانی را داریم در فابریکات خود که با یک سال به خانه‌هایشان نمیرن که بگیم چرا نمیری، بگیم منطقه ما ناامن است، ما که بریم با ما مخالفین سلام میده. فکر کنین شما که چقدر مردم زیر فشار مخالفین است و میان در فابریکات با 5000 6000 7000 افغانی کار میکنن، هم یک چیزی برای فامیلش و هم به خاطر بقای زندگی خودش که خودش از شر مخالفین آرام باشه. ولی آزاد دولت اگر میخواد تامین امنیت بکنه، اگر میخواد که از این مصیبت ادبای کشور تا حد نجات داده باشد، با سکتورهایی است که او در راستای سرمایه گذاری کار میکنه اما هنگ شود، خصوصا در بخش تولیدات داخلی، خصوصا در بخش صنایع که تا حد اقل از این مردم حد اقلش همیشه نمیتونیم روز بروز این به کمیت افزوده رئیس، اما حتی اقلش خود ما بتونیم جلویش بگیریم و برای مردم تان سمش میاد. حالا با وجود چالش ها بر سر راه سرمایه گذاران در کشور، شما چی برنامه‌ای را به خاطر بهبود وضعیت اینا پیشنهاد میکنین؟
ما یک چیز برتون بگم که امی دولتی که میگه ما اقتصاد میوار هستم، امی خودش در بخش سرمایه گذاری ها، در بخش اقتصاد ادارات موازی ایجاد میکنه و از هم پشتگی را ایجاد کرده که از یک اتاق تجارت چهار اتاق تجارت. خوشبختانه بسیار بزودی شورای عالی اقتصادی، شورای عالی سرمایه گذاری افغانستان ایجاد میشه که در تحت چتر ازی تمام نهادهای اقتصادی اما هنگ خود کار کرد و به این مشکلات انشاءالله نقطه پایان خود گذاشتیم. خوش آمدین به برنامه ما، تشکر از شما. مقام های چینی علاقمندی شهروندان این کشور را برای ساخت و ساز در چین با اهمیت میدانند. این مقام ها میگویند که تصمیم دارند دوره های آموزشی رشته های فنی و حرفه‌ای را برای شهروندان این کشور به ویژه برای دانشجویان برگزار کنند. یک مقام چینی میگوید که در رقابت های جهانی نوآوری که چند روز پیش به پایان رسید، شرکت کنندگان چینی به علت پیشتاز بودن نشان در این بخش توانستند 30 مدال به دست آورند. در حاشیه نشست کنگرس حزب کمونیست چین، مقام‌های چینی درباره دستاوردهای 5 سال اخیر و نیز طرح‌های آینده‌شان سخن می‌گویند. رئیس یکی از دانشگاه‌های چین تأکید می‌ورزد که افزایش دوره‌های آموزش‌های فنی و حرفه‌ای از طرح‌های دولت این کشور برای 5 سال آینده است. همان گونه که در طرح رئیس جمهور در کنگرس حزب کمونیست اشاره شد، ما باید انگیزه یک کار و ساخت و ساز را افزایش دهیم. باید با آموزش های فنی آغاز کنیم و با دانشجویان بفهمانیم که ساخت و ساز به چه اندازه بر رشد و پیشرفت آنان اثرگذار است. باید روحیه همه کسانی را در بخش ساخت و ساز افزایش دهیم و با آنان کمک کنیم که اندیشه هایشان را عملی سازند. برای این کار باید دوره های آموزشی ویژه برگزار شوند. از سوی هم دستمزد کارگران این بخش نیز باید افزایش یابد. و در پایان مروری بر فشرده خبرها. علاقمندی بانوان به ویژه دوشیزگان به بازرگانی و سرمایه گذاری های کوچک و میانه در کشور رو به افزایش است. مسئولان برنامه ستارتاپ ویلی که به هدف حمایت از سرمایه گذاری های نوآغاز در کشور به میان آمده است، میگویند که در نخستین دوره آموزشی این نهاد بیش از 17 دوشیزه توانستند شرکت های کوچک تولیدی را ایجاد کنند. رشد تشبثات کوچک و میانه در کشور زمینه ها را برای بهبود وضعیت اقتصادی خانواده های کم درآمد فراهم می سازد. حکومت افغانستان 18 پروژه را در هفتمین نشست همکاری اقتصادی منطقه‌ای فهرست بندی کرده است. یک سرمایه گذار با سرمایه گذاری در حدود 1 میلیون دلار در یک کارخانه تولید مواد ساختمانی زمینه های کار را برای بیش از 50 کارگر فراهم ساخته است. این بود برنامه امشب بازار. تا برنامه بعدی، خدا نگهدارتان.